سلام عرض ادب خدمت تمام شما دوستای عزیز، آرزو دارم که صحتمند باشین و روز تاییدن با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. دوستای عزیز، راضیه دلیلی هستم با تقدیم برنامه بالگه. آرزو دارم که مرا تا پایان برنامه همراهی کنین. دوستای عزیز، امروز خواستیم که سالاد ماکارونی آماده بسازیم. در نخست میریم مواد لازمه را میبینیم، بازم با ما باشین. مواد لازمه سالاد ماکارونی: ماکارونی 250 گرام، بادرنگ 1 عدد، زردک 1 عدد، مرچ دلمه 1 عدد، گشنیز نیم دسته، جواری نیم گلاس، نخود نیم گلاس، ماست 1 گلاس، ماینیز 2 قاشق غذاخوری، مرچ سیاه 1 قاشق غذاخوری، نمک به قدر ضرورت، روغن به قدر ضرورت. در نخست یک دیگه میمانیم، حرارت را روشن میکنیم. آب میندازیم که جوش بیاید و ماکارونی را در داخل آب جوش بدیم. دابش کمی نمک میندازیم. و همچنان روغن. دوستای عزیز، روغن باعث میشه که ماکارونی را سالم نگاه کنه و به یکی دیگر نچسبه. میمانیم که آبش جوش شود. حالا یک تخته را میگیریم و تمام ترکاری ها را توته توته میکنیم. دوستای عزیز، بادرنگ خواص سرد دارد و کسایی که مزاج گرم دارن میتونن از این ترکاری استفاده کنن، بسیار بهشان فایده دارن. دوستای عزیز، سالاد را که آماده میسازیم، بسیار سالاد خوب است، مقوی است و همچنان بدفعال بسیار مفید است. کسایی که کلب میرن هم بهشان به حد مفید است، چون پروتئین داره و همچنان بادرنگ خاصیت رژیمی داره. کسایی که رژیم دارن یا وزن زیاد دارن میتونن از بادرنگ استفاده کنن، باعث میشه که غذا کمتر استفاده کنن و امی از زیاد چاق شدن نجات میده. آب هم جوش آمده، ماکارونی را میندازیم. سرش را بسته میکنیم، میمانیم که ماکارونی نرم شود. بادرنگ هم توته توته کردیم، حالا یک ظرف میگیریم، تمام ترکاری ها را توته توته میکنیم و در یک ظرف میندازیم. زردک هم از قبل جوش دادیم، یه هم توته توته میکنیم.
دوست عزیز، شما از فواید زردک آگاه هستین و بسیار مفید است، یک ترکاری بسیار مفید است و حتمی است که باید به اطفالتان زردک بدین، به خاطر که به دید چشم بسیار فایده داره. زردک هم توتا توتا کردیم، بالای بادرنگ اضافه میکنیمش. یک بار هم میبینیم مکرونی را. و حالا مرچ دلمه را توتا توتا میکنیم. دوستای عزیز، مرچ دلمه هم بسیار یک ترکاری مفید است و وقتی که در غذاها استفاده میکنین بسیار غذا را مزه‌دار میسازه و در ضمن وقتی که همونطور تازه نوشجان میکنینش بسیار مفید است و همیشه شما کوشش کنین که از مرچ دلمه استفاده کنین. مرچ دلمه را هم توتا توتا کردیم، بالای ترکاری های دیگر اضافه می کنیمش. مکرونی هم پخته شده، حرارتش را خاموش می کنیم. مکرونی را باید صاف کنیم. دوستای عزیز، وقتی که بالای مکرونی آب سرد نمیدازیم باعث میشه که همه چسبوکیی که در خود مکرونی است رو از بین ببره و همچنان آبی که در بینش اضافه میمونه. میمانیم که مکرونی هم خود کمی سرد بسازن تا وقت گشنیزه توتا توتا میکنیم. یک چند برگش هم میمونیم که باز در روی سالاد بندازیم. گشنیزه هم بالای دیگر ترکاری های اضافه میکنیم. و حالا جواری را میندازیم، جواری را که قبلا جوش دادیم. همچنان نخود را قبلا بخار دادیم، جوش دادیم تا خوب نرم شده.
و حالا ماست میگیریم، همچنان مایونز. دو قاشق مایونز میگیریم. مایونز همراه ماست خوب مخلوط میکنیم. به خاطر که ظرف خورده است، یک ظرف دیگه میگیریم تا بتانیم مایونز و ماست خوب براحتی مخلوط کنیم. دوستای عزیز و ماست هم همراه با مایونز مخلوط کردیم. حالا بالای سالاد میندازیمش. مکرونی را هم بالاش اضافه میکنیم. کمی نمک اضافه میکنیم، همچنان مرچ سیاه. دوست عزیز، بسیار سالاد مزه‌دار است و حالا باید تمام مواد را با هم مخلوط کنیم. میبینین دوست عزیز که چقدر یک شکل مقبول به خود میگیره. سالاد داخل ظرف میندازیم. به خاطری که دوست عزیز همیشه سالاد آماده ساختیم و داخل سالاد سالاد یک شکل دادیم، ای بار خواستیم که سالاد به مو شکل مخلوط بانیمش و یک گل هم از بانجان رومی آماده می سازم. و دوست عزیز باید ایدیاد کنیم و گلی که از بانجان رومی آماده می سازیم باید بسیار ظریف باشه و گل مقبول باشه. حالا دور میدیمش به شکل. و چند برگ هم از گشنیز میماریم. و دوست عزیز، ای بود سالادی که امروز به شما آماده ساختیم. خدا کنه که خوشتان آماده باشه و شما هم بتانین به شکل آماده بسازین و نوش جان کنین. تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیرم، تک تک شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوش داشته باشین.